سالن اینس در مرکز شهر تورنتو میزبان جشنواره فیلم کوروش شد. جشنواره با 10 فیلم سینمایی و 6 مستند. در این جشنواره از فیلم من فروغ هستم به کارگردانی جهانگیر کوسری رونمایی شد. این کثافتا چی چاپ کردی؟ من آبرو دارم. فیلمی که به قسمتی از زندگی فروغ فرخزاد می‌پردازد و در حالی در تورنتو اکران می‌شود که نقش اول آن باران کوسری در ایران ممنوع تصویر است. و خیلی بی‌پروا. آتش زندگی را همیشه بر روشن نگردشون. یه جریان آب و برزین دور چند تا کوه و نبرم تپه راه میفته، بالاخره مسیر خودش رو پیدا میکنه. اونم این خاصیت رو داره. تو 1936 استالین هم اجازه نمیداد خیلی فیلم ها ساخته بشه، بعد اون فیلم ها همه نمایش داده شد. اما مهمان ویژه دیگر این جشنواره حمید فرخ نژاد با فیلم میجر به تورنتو آمده. فیلمی که در جشنواره فیلم فجر 1400 در زیر سایه دیدگاه‌های سیاسی حمید فرخ نژاد نتوانست جایگاهی را که در جشنواره‌های معتبر دنیا پیدا کرده داشته باشد. به هر تقدیر متاسفانه نشد توی ایران نمایش عمومی داشته باشه. یه نمایش توی جشنواره فجر بین الملل داشت که جایزه بهترین فیلم رو گرفت و بعدم مثل خیلی از فیلم‌های دیگه به آرشیو سپرده شده متاسفانه. تا الان که چیزی نیست، فکرم نمی کنم دیگه از این به بعد با این وضعیتی که حالا حداقل من دارم اونجا نمایش داده بشه. نهمین دوره از جشنواره فیلم کوروش در حالی در تورنتو افتتاح شد که از 16 فیلم انتخاب شده، تعدادی از اونها هرگز اجازه اکران در ایران رو نخواهند داشت. کاری که جشنواره کوروش قصد داره انجام بده اینه که زمینه رو فراهم بکنه تا فیلم‌های کارگردانان ایرانی به دست مخاطب برسه. فیلم‌های منتخب در این دوره به گفته مدیر جشنواره امیر گنجوی علاوه بر توجه به کیفیت با معیار خواسته‌های اجتماعی مردم انتخاب شدند. خب ما سعی کردیم که سمت فیلم‌هایی بریم که بطور مثال کاملا مستقل هستن، فیلم‌هایی هستن که در خارج از ایران تولید شدن، یا فیلم‌هایی هستن که احساس نمی‌کنیم با وابسته به یک نهاد خاص دولتی هستن. این فیلم ها که به دغدغه های روز ایران می پردازند به نظر خاطر شیبانی، ایران شناس و استاد ادبیات و سینما، بر پیوند جامعه و سینما تاکید می کنند. آزادی، برابری بین آدم ها، دموکراسی، اینا سوالایی هستند که نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای همه دنیا این سوالا خیلی مهمند. عشق و شفقت و رأفت و اینا همش زیبایی زندگی، همه اینا توی این فیلم ها هستش. این جشنواره سه روزه با انتخاب بهترین ها در بخش های مختلف به پایان خواهد رسید. جشنواره‌ای که با توجه به جامعه پرجمعیت ایرانی در تورنتو حال و هوای سینماهای ایران را برای مخاطب زنده می‌کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.